سرخط خبرها. ملا برادر از همکاری ایران در دوره جهاد در افغانستان قدردانی کرد. طالبان با مدیریت آب کشورهای همسایه محتاج ما می شوند. اسلام آباد خروج پناهجویان افغان ربط به موضوع تحریک طالبان پاکستانی ندارد. طالبان 200 هزار نفر تنها از مرز دورخم وارد کشور شدند. و ازبکستان جامع جهانی افغانستان را فراموش کرده است. با یاد خدا به مجموعه مهم این کانال خوش آمدید. لطفاً تا آخر این ویدیو با ما باشید. طالبان با مدیریت آب کشورهای همسایه محتاج ما می شوند. بر اساس گزارش رسانه های طالبان، فاروق اعظم مشاور وزارت انرژی و آب طالبان اعلام کرده است که اگر آب افغانستان مدیریت شود، همسایه های کشور محتاج آب می شوند. بر اساس گزارش تلویزیون ملی که تحت اداره طالبان است، اعظم این اظهارات را در کنفرانس درباره توسعه اقتصادی افغانستان بیان کرده است. مشاور وزارت انرژی و آب طالبان با تاکید بر مدیریت آبها گفته است که افغانستان به اندازه آب دارد که اگر مدیریت شود، کشورهای همسایه محتاج ما می شوند. او خواستار اجازه فعالیت بخش خصوصی در مدیریت آب شده است. طی سالهای اخیر ساخت بندهای آب توسط افغانستان بر شمار از رودخانه ها از جمله ولایت هلمند باعث نگرانی و نارضایتی کشورهای همسایه به ویژه ایران شده است. این در حال است که تنش بر سر آب امسال میان ایران و طالبان به اوج خود رسید. ایران افغانستان را متهم به عدم پایبندی به معاهده سال 1351 درباره تقسیم آب رودخانه هلمند کرده و میگوید که بندهای افغانستان از جمله بند کجکی در هلمند جلو ورود آب به ایران را میگیرد. اما طالبان میگویند که به دلیل خوشسالی آب رودخانه هلمند به اندازه نیست که به ایران برسد. تهران تاکید داشت که برای راستی آزمایی ادعای طالبان باید هیئت این کشور از بندهای آب افغانستان بازدید کند. پس از بازدید هیئت ایرانی از بند کجکی تنش میان دو کشور کاهش یافت. در حال حاضر مقامهای ایرانی همچنان بر توجه ویژه به حقابه آن کشور تاکید دارند. اسلام آباد خروج پناهجویان افغان ربط به موضوع تحریک طالبان پاکستانی ندارد. پس از انتقاد شدید مقام های ارشد طالبان مبنی بر اخراج پناهجویان افغان از پاکستان، اکنون یک مقام دولت این کشور می گوید که اخراج پناهجویان ربط به مسئله فعالیت تحریک طالبان پاکستانی یعنی TTP در این کشور ندارد. روزنامه پاکستانی یک شنبه شب 14 عقرب به نقل از یک مقام پاکستانی گزارش داده است که تصمیم دولت این کشور در زمینه اخراج پناهجویان به معنی استفاده ابرازی علیه طالبان نیست. این مقام پاکستانی از افشای نامش خودداری کرده و افزوده است این تصور وجود دارد که تصمیم ما فشار آوردن بر طالبان است. این درست نیست. تصمیم برای بازگرداندن تمامی پناهجویان غیر قانونی 6 ماه پیش گرفته شده بود. وی همچنان گفته است که اخراج پناهجویان افغان ربط به موضوع تحریک طالبان پاکستانی ندارد. این مقام پاکستانی تصریح کرده است ما کشوری هستیم که با چالش‌های اقتصادی روبرو هستیم. ما نمی‌توانیم بار پناهجویان غیرقانونی را بر دوش بکشیم. وی از طالبان خواسته است تا نگرانی‌های خود را با دولت پاکستان از راه گفتگو شریک سازند. این اظهارات در حال بیان می‌شود که ملا حسن آخند رئیس وزرای طالبان در واکنش به اخراج پناهجویان افغان از پاکستان گفت که دولت این کشور به خاطر داشتن مشکل با این گروه افغان‌ها را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد. ملا برادر از همکاری ایران در دو دوره جهاد در افغانستان قدردانی کرد. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان در دیدار با علی اکبر احمدیان نماینده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و دبیر شورای امنیت ملی از همکاری ایران در دو دوره جهاد در افغانستان قدردانی کرده است. در ادامه سفر هیئت 30 نفره طالبان به ایران، معاون اقتصادی طالبان روز گذشته با نماینده علی خامنه ای رهبر ایران و دبیر شورای امنیت ملی این کشور دیدار و گفتگو کرده است. طبق اعلامیه جمهوری اسلامی، دو طرف در این دیدار در مورد تحولات امنیتی در منطقه و جنگ میان اسرائیل و حماس گفتگو کرده است. وزارت خارجه ایران گفته است احمدیان در دیدار با این مقام طالبان حمایت این گروه از مقاومت فلسطین علیه اسرائیل را ستوده و بر تقویت همکاری‌های امنیتی میان دو طرف تاکید کرده است. از سوی هم رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که در این دیدار
احمدیان خواستار تامین حقابی ایران و افزایش همکاری در حوزه آبی بر اساس منافع دو طرف شده است. در همین حال، معاونت اقتصادی طالبان با نشر اعلامیه گفت ملا برادر در این دیدار ضمن تاکید بر افزایش همکاری‌های امنیتی و توسعه روابط تجاری و امکان تبدیل شدن ایران و افغانستان زیر اداره این گروه به شرکای مهم اقتصادی اشاره کرد. برادر در این دیدار در مورد بندر چابهار و ترانزیت هوایی نیز با مقام‌های ایرانی گفتگو کرده است. طالبان تا 100,000 نفر تنها از مرز تورخم وارد کشور شدند. کمیسیون عالی طالبان برای رسیدگی به مشکلات مهاجران امروز دوشنبه 15 اقرب اعلام کرده که از 17 سپتامبر سال جاری میلادی تا اکنون 35,000 خانواده تنها از طریق مرز تورخم از پاکستان به کشور بازگشتند. این کمیسیون همچنان گفته است که شمار اعضای این خانواده ها به 200,000 نفر میرسد. این کمیسیون افزوده که از اول ماه نوامبر تا امروز 15,270 خانواده از طریق گذرگاه تورخم به کشور بازگشتند. این کمیسیون تا اکنون شمار مهاجران را که از طریق گذرگاه اسپین بولدک به کشور بازگشتند اعلام نکرده است. این در حال است که پاکستان به پیش از 1.7 میلیون مهاجر و پناهجوی غیرقانونی تا اول ماه نوامبر مهلت داده بود که آن کشور را ترک کنند. در غیر این صورت اخراج می شوند. ازبکستان جامعه جهانی افغانستان را فراموش کرده است. شوکت رئیس جمهور ازبکستان می گوید که با آغاز درگیری ها در سایر کشورها جامعه جهانی افغانستان را به باد فراموشی سپرده است. بر اساس گزارش رسانه های محلی ازبکستان، شوکت که در دومین اجلاس سران سازمان همکشورهای ترک روز یکشنبه 14 اقرب سخنرانی میکرد گفته که ثبات و امنیت منطقه در گره و برقراری صلح و آرامش در افغانستان است. او تصریح کرده است برقراری صلح و آرامش در سرزمین چند قومیتی افغانستان که هزاران سال به این سو با پیوندهای تاریخی و فرهنگی اقوام ترک سنج خورده شرط اصلی تضمین ثبات و امنیت استراتژیک در منطقه ما است. رئیس جمهور ازبکستان در این نشست همچنان خواستار ادامه کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی به منظور رفع چالش‌های اقتصادی مردم افغانستان شده است. او تصریح کرده است با تشدید جنگ در سایر کشورها مشکلات مردم افغانستان به طور فزاینده‌ای از دید و توجه جامعه بین‌المللی خارج شده است. این در حال است که پس از روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان، مقام‌های ازبکستانی بارها از فعالیت گروه‌های تروریستی در کشور ابراز نگرانی کرده‌اند. سپاس که تا این دم با ما بودید. کافی از چینل رو سابسکرایب به ویدیو رو لایک کنید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددکار همه‌تان.